اسمم ناهید سروستانی هست و کارگردان فیلم ملکو مرتبه. چی شد این فیلم؟ شما قبلا دو تا فیلم داکیومنتری تو ایران ساخته بودین راجب زنهای ایران و فحشا. بله. چی شد یه دفعه فکر ساختن این فیلم با شهبانو ایران شد؟ راستش بعد از اون فیلم روزبیگری پشت حجاب برگشتم ایران بعد از 2 سال که فیلم بعدی متموم کنم. فیلم بود که 4 زن و 1 مرد اسمش هست. بیشتر فیلمشو گرفته بودم، بعد یه مقدار مونده بود و برگشتم ایران 3 سال پیش که تموم کنم اونو، ولی توی فرودگاه تا رسیدم منو گرفتن و اجازه ندادن برگردم به سوئد. بازجویی های خیلی زیادی ازم کردن، خیلی هم وحشتناک بود بازجویی ها، و توی بازجویی همه حرفی که میتونستن به من زدن و آخرش بهم گفتن تاغوتیه نمیدونم فلان، که من برام خیلی عجیب بود چون من خودم یکی از کسایی بودم که انقلاب کرده بودم و در انقلاب شرکت کرده بودم و باعث شدم این مله ها بیان سر کار، بعد الان نشستن جلوی من همچی حرف میزنن. برام این کنجکاو شدم که واقعا بعد از که برگشتم سوئد که این خانواده شاه چی شدن و چه زندگی دارن، که بعد از نمیدونم 4 ماه که با تلفن و فکس و نمیدونم همه چیز سعی کردم تماس بگیرم، خود فرح به من زنگ زد و دوست داشت که هم دیگه رو ببینیم و میخواست بپرسه در مورد چه فیلمی هست و این چیزایی، که دیگه شروع کردم به فیلم. زندگی خوبی میکنن، خوب نشون دادین که هنوز زندگی لوکس و خیلی خوبی دارن. آره، برای خیلی ها، برای ماها که توی اروپا زندگی میکنیم به نظرمون خیلی لوکس هست، ولی مثلا خیلی آمریکایی ها میگن زندگی خیلی لوکسی هم ندارن، باید بهتر از این بود. برحال من این برای مهم نبود توی فیلم، چون میتونست فیلم در مورد این موضوع باشه که زندگی لوکسی دارم، ولی برای من مهمترین چیز این بود که کسی که با اون قدرت زیاد توی ایران زندگی میکرده الان چجوری هست و چه شباهت هایی بین من و اون هست. من به عنوان کسی که انقلاب کردم و واقعا ما دشمن هم بودیم اون زمان و الان با هم میشیم صحبت میکنیم و در مورد چیزای مهمی که در ایران اتفاق افتاده. این خانم هنوز انگار در حال انکار هستن، انگار هنوز توی دنیای دیگه هستن. شما بجمه این چه فکر ما؟ خب بدونید، من فکر میکنم خود ایشون میدونه و حتی اگر که فشار اطرافیان نبود معترض میشد کمچه چیزی هست، منتها خب یه اصلا حقا نداره بگه. میدونید مثلا شوهرش بوده برحال و خیلی الان هوادار هنوز داره و جلو هوادارا نمیتونه هیچ چیز بگه چون برحال هنوز کنترل هست. شما یه چیزی گفتین که فالوور ایشون شدید، نما سلطنت طلب نیستی، این راجع به موضوعی که برای من فرح و سلطنت طلبی دو تا چیز خیلی مختلف هست تو این مدتی که من با ایشون آشنا شدم، چون به عنوان یه زن من ایشون رو میبینم، به عنوان مادر، به عنوان کسی که از وطنش دور هست. حالا قدیما چجوری بوده و چیزا، اون الان برای من زیاد مهم نیست، چون الان ما یه دشمنی در ایران داریم که خیلی خیلی وحشتناکه. من مقایسه این دوتا رو نمیتونم با هم بکنم، اصلا نمیخوام مقایسه کنم، منتها الان مسئله من این نیست که اونا در اون زمان چی کار کردن، چون که هم مسئله رو حل نمیشه. شما آینده ایران چجوری میبینید؟ فکر میکنین اصلا سلطنت برگرده به ایران؟ راستش الان این با این نگرانی هایی که وجود داره توی ایران و اتفاقی که در ایران میفته، من راستش نمیدونم آیا گروه دیگه هست که به این قشنگی سازماندهی شده باشن، چون الان مردم لیدرشون کی هست؟ کی هست که داره جلوشون؟ موسوی خود ایران تو خود ایران ملی مذهبی ها خیلی قوی هست. میدونم، منتها چیزی که هست اینه که الان مردم دنبال چه کسی افتادن؟ موسوی هم کسی هست که در سال 80 چقدر اعدام کرد، مردم جوانوی مردم رو اعدام کرد، بعد الان مردم اسم اون تو شعار میدن توی خیابونا و وقتی اینو آدم میبینه میگه کاش که اینا میومد از سر کار، سلطنت طلبا بیان بهتر از موسوی هست. نه هیچ وقت، به نظر من هیچ وقت ما بر نمیگردیم به اون زمان، برای که جمهوری همیشه جمهوری خواهد بود. آره، یعنی ببینید، ما رویای همه ایرانی ها هست، من فکر میکنم که کشور آزاد داشته باشن، هیچ کس نخواد به این شکل تصمیم بگیره و بهشون فشار بیاره،
منطقه اگه کم آلترناتیو داشته باشن ندونم واقعا که انتخاب بکنم، اون کسی که بهتر از اون یکی هست انتخاب بکنم. حالا ما چقدر مثلا میدونیم چند تا گروه هستن که میخوان بیان توی ایران که ما یکشون رو انتخاب بکنیم؟ نداریم. اگر دیدیم به فیلم شما سوالای آخری که تو آمریکا از فرح کردیم سوالای خصوصی بود راجب زندگی شخصیشون، راجب عشق و اینا، چجوری تونستین سوالا رو اصلا روی دوربین از فرح پهلوی بکنید؟ دیگه فیلم سازم دیگه، من ریسک رو باید میکردم که یا جواب یا اصلا منکر میشد یا که جواب داد. همینجوری که جواب داد، ولی من حرفشو باور نمیکنم. من مطمئنم که ایشون عاشق شده، چون توی فیلم میگه نه نشده که مثلا این به این بر میخوره کسی به علاقه من بشه. البته اینی تو فیلم نگفتیم، توی من نگفتم نه، ولی خب ایشون الان من اینجوری فکر میکنم. به هر حال خیلی جوان بود، 40 سالش بود که شاه بود. مگه میشه؟ بله، منم همینطور فکر میکنم. من خیلی سوال داشتم چون هیچ وقت این سوالا جواب داده نشده بود که واقعا در زمان شاه چه اتفاقی افتاد. من دوست داشتم این سوالا رو از فرح بکنم، ولی در حین این که خب با هم دیگه دوست شدیم و انتظار دوست نداشتم ببینم مثلا از سوال من عقب کشی کنه یا اینجوری، و نمیخواستم کاری کنم که فیلم قطع بشه، چون اگه این سوالا رو از اول کرده بودم اصلا اجازه نمیداد فیلم برداری کنم. بعد آخرین بار آخرین روزی که دیگه میدونستم من کلی متریال دارم میتونم یه فیلم ازش بسازم، اون سوال سختی کرد. آیا این فکر میکنین که فرح پهلوی میخواد با این کارا اسم شاه رو پاک کنه، بهتر کنه بعد از 30 سال؟ من فکر نمی کنم که با این فیلم اسم شاه بهتر بشه. واقعا فرح خیلی خوب نشون داده میشه توی فیلم. یعنی شاه مسئوله برای کاری که کرد، برای ادامه‌ای که شد. من نمیدونم چه فکر میکنی خودت تو، یعنی وقتی فیلمو میبینی احساس میکنی شاه بهتر از تصویر خوبی داده میشه از شاه؟ از خانواده پهلوی تصویر بهتری دیده میشه توی این فیلم؟ قبلا من فکر نمیکنم. من فکر میکنم تصویر خوب، یعنی فرح مادرش در میشناسه. به هیچ وجه من فکرم نبود، اصلا هدفم این نبود میخوام شاه رو خوب کنم یا کسی دیگه رو بد کنم. اون کنجکاوی که من داشتم باعث شد فیلم واقعی، یه فیلم واقعی هست میدونی، اصلا هدفی اونجوری اگه میداشتم خب اصلا نمیتونستم من این فیلم رو درست کنم، چون من همش تو چیز بودم، واقعا گیج بودم که این فیلم رو برای کی درست بکنم. اگه که شاه و نمیدونم فرح و همه اینا رو خوب کنم که خب خوب نیست، اگه که بد کنم برای رژیم الان خیلی خوشحال میشه. یعنی این وسط من واقعا گیج کرده بودم که خیلی کار سختی بود. چه فکر میکنید راجع به رضا پهلوی؟ ایشون شبیه پدرش هست یا عقب‌تر از پدرش یا بهتره؟ خب ببین 30 سال گذشته، بعد ایشون هم در یک کشور دموکراسی زندگی میکنه و به هر حال حتما یه چیزایی یاد گرفتن. منتها اگر که میگه بازم اطرافیان بذارم، اطرافیان اگر که بیزن شما پس میگید خود اینا خوبه؟ اطرافیان اونایی که دوستاشون فامیلاشون چی؟ تو میگی که میپرسی که فرقش با پدرش چیه، من میگم 30 سال گذشته از اون موضوع، توی کشور دموکراسی زندگی میکنه و میدونه خب اشتباهی پدرشو میدونه که چه چیزایی بوده، ولی من اصلا نمیتونم نظر بدم که ایشون خوب هستن یا بد هستن. زندگی عادی ندارن مثل ما، توی کاخ زندگی میکنن، چیز دارن، کمک دارن تو خونه، ولی خب نسبت به اون زمان خیلی فرق داره، خیلی فقیره هم زندگی میکنن. اون زمان یاده توی سیجور زندگی میکرد، چه کافه بود، همه چی از طلا. بله شهبانو از آرت، از هنر خیلی همیشه خوشش می اومد. بله. موزه مدرن تهران رفته بود، یک عالمه نقاشی خریده بود، الان هست. هنوزم دنبال این کاراست، واسه همین من میگم این هنوز توی دنیای دیگه است. ما داریم به سختی زندگیمون رو انجام میدیم، میخوام همش دنبال هنر و فشن و کیف و پیشنوش و اینا. چه انتظاری از کسی داری که 20 سال شهبانی بوده، 20 سال در نمیدونم گلمور زندگی کرده، تو فکر میکنی مثلا ایشون میان پایین که نمیدونم این خونه کوچولوی زندگی خوب داره، پول داره، همه کار میتونه. اگه کر میکردم به آینده ایران این چیزا رو بل میکردم، کار میکردم مثل همه آدم ها دیگه. خواهش میکنم، الان داریم میگیم تقصیر من نیست. خیلی خوب، چه پروژه بعدی دارین بعد از این؟ پروژه بعدیم در مورد ایران هست، ولی الان نمیتونم بگم چی هست چون هنوز
مشخص مشخص هست که چی هست، منتها الان نمیخوام در مورد صحبت. خیلی خوب، موفق باشید.